سلام، با برنامه آغاز روز با من بابر آیدین خوش آمدید. امروز 8 مارچ برابر می شود با روز همبستگی زنان جهان. از این روز در کشورهای بیرونی هم از سالهای سال بدین سو تجلیل می شود، اما چند سال اندی می شود که مردم افغانستان و دولت افغانستان همچنان این روز را تجلیل می کنند. دول خارجی زمانی که این روز را تجلیل می کنند در جان این روز در مورد فعالیت ها، پیشرفت ها و سهمگیری های این قشر در مورد برای سهمگیریشان در سیاست های داخلی و خارجی صحبت میکنند. اما این مسئله در افغانستان کاملا برعکس است. نه تنها این که نیم پیکر از جامعه یعنی زنان در سیاست های داخلی و خارجی بیشتر سهیم هستند، حتی شمار از خانم هایی که در مناطق دوردست افغانستان زندگی میکنند دروازه مکتب را هم ندیدند تا چی رسد که در مورد حقوقشان اطلاع پیدا بکنند. در مورد 8 مارچ گزارش داریم و پس از آن به این بحث خواهیم پرداخت. اما ساله از روز زن در کشور بزرگ داشت می شود و اشعارهای گرم در مورد حقوق زنان به گوش ها می رسد. اما برخلاف اشعارها و تعداد، آمار کمیسیون حقوق بشر افغانستان افزایش خشونت علیه زنان را نشان می دهد. تعداد قضایایی که در کمیسیون به مثال 1395 ثبت شده 5575 مورد خشونت علیه زنان هست، که اینا خشونت های اقتصادی، خشونت های جنسی، خشونت فیزیکی، خشونت لفظی و روانی هست. به باور برخی، عدم هماهنگی میان نهادهای دولتی و ضعف مدیریتی وزارت امور زنان سبب افزایش خشونت ها شده است. زمانی که در وزارت به نام وزارت امور زنان تیم تحقیقاتی قوی نداشته باشید، شما زمانی که در وزارت امور زنان برنامه ریزان قوی نداشته باشید، محققین قوی نداشته باشید، دوچار روزمرگی ها میشید. در کنار خشونت ها، برخی آگاهان موجودیت نگاه جنسیتی در برابر زنان را مانع توسعه مشارکت سیاسی آنان توصیف میکنند. یکی از دلایلی که زنان تحمل ندارند که در ادارات بمانند هست که واقعا اداره با اونها مهربان نیست، حضور زنان را در بس و موارد تحمل نمی کنه و به زنان من حیث جنس دوم نگاه میشه. در پهلوی این نگرانی ها، رو آوردن زنان به ایتیاد نیز افزایش یافته است. همکنون بر بنیاد آمارهای وزارت صحت، نزدیک به 8000 زن و کودک معتادند. در این مورد خواستیم نظر وزارت مبارزه با مواد مخدر را داشته باشیم که با چنین برخورد روبرو شدیم. نمیگم برو. شما بخیر. نه برو برو بچه. بزرگ سورت عدم تطبیق قانون، ناامنی و محاکمه های خودسرانه از دلایل دیگر افزایش خشونت ها در برابر بانوان گفته می شود. در حدود 40%ش عاملینشان مورد پیگرد قانون قرار گرفتن و بقیه یک تعدادش از امو فرهنگ مافیات از مجازات استفاده کردن. وزارت زنان هرچند بحث ضعف مدیریت در این نهاد را رد می کند، اما مسئولان در این وزارت می گویند وزارت زنان برای بهبود ابعاد مختلف زنان می کوشد. به گفته آنان یکی از مشکلات مهم در برابر زنان عدم رسیدگی به موقع به پرونده هایشان در محاکم کشور است. خانم است که مثلا 10 سال حبس شده، از حبسش 5 سال دیگر سپریش هنوز به زندان است. مشاور معاونت اول ریاست جمهوری میگوید حکومت در تلاش بهبود جایگاه زنان در جامعه است، اما سایه سیاه جنگ زندگی زنان افغان را متاثر کرده است. همین دولت وحدت ملی هم نتانسته که وحدت ملی افغانستان، چون ما به زبان خود وحدت میگیم ولی دشمنای ما نگذاشتن که ما رشد کنیم و زیادتر قد اندام بکنیم و از خود خوبی هایی که داریم اونجا در نمایش بگذاریم. طی سالیان اخیر برای بهبودی وضعیت زندگی زنان کارهای زیاد صورت گرفته است. مقام های حکومتی از افزایش شمار دانش آموزان دختر، تدوین قوانین متعدد در حمایت از زنان و افزایش مشارکت سیاسی و اقتصادی آنان سخن می گویند. با آن هم هنوز اکثر زنان افغان به ویژه در نقاط دوردست کشور به اساسی ترین حقوقشان دسترسی ندارند. برای بحث بیشتر مژگان مصطفی معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ و همچنان مرجان سادات خبرنگار آزاد را اینجا با خود داریم. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید. نخست 8 مارچ مبارک. خانم مصطفی، میخوام از شما بپرسم اگر یک دورنمای نه چندان دور داشته باشیم از افغانستان، از وضعیت زنان افغانستان پس از سقوط رژیم طالبان تا کنون، شما وضعیت زنان افغانستان را چگونه ارزیابی میکنید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. من در قدم نخست برای
مهمان گرامی ما، برای خانم ها و عزیزایی که در استودیو همکارای شما هستند، برای همه زنهای سربلند افغانستان روز زن تبریک میگم. در سالهایی که گذشت ما هم دستاوردهای خوبی داشتیم، هم چالش‌های زیاده، و قضیه زن در افغانستان هیچ وقت به عنوان یک موزل بسیار کلان اجتماعی دیده نشده و همیشه برنامه‌های کوتاه مدت و مقطعی بوده. شاید نتیجه خوب به همین دلیل ما نگرفتیم. زنهای افغانستان با وجودی که در پارلمان نسبت به همه کشورهای همسایه حضور خوب دارند، در دانشگاه ها، در مکاتب، در عرصه های فعالیت های مدنی، ولی هنوز مشکل اساسی درد از او زن است که در روستا و قریه هست و گزارش که ما شما دیدیم خشونت علیه زنها در این جامعه بیداد میکنه و این برمیگرده به عدم آگاهی جامعه. در بحث آگاهی دهی و اطلاع رسانی شاید ما کمتر کار کردیم. تریبیون مساجد میتونست پایگاهی بسیار خوبه باشه. از این بر علاوه که به نفع زنها استفاده نشده، متاسفانه حتی بعض وقتا تخریب شده زنها از این تریبیون، و ما امیدوار هستم که در این راستا و این راست یک... از حکومت هست؟ خب خیلی از مساجد هست که در کنترل حکومت اصلا نیست و اینها به حساب خود سر هستن و تحت اداره وزارت حج و اوقاف نیست. ما تلاش های وزارت حج و اوقاف قدردانی میکنم، ولی ما نیازمند از این هستیم که مثل برنامه های کلان ملی که ما داشتیم از طرف احیا و انکشاف دهات و دیگه، مثلا ما در سطح بسیار کلان برنامه های برای شوراها و قریه ها داشتیم اینا، اما به مشکل زن افغانستان به عنوان یک موزل کلان اجتماعی هیچ وقت دیده نشد و برنامه های کوتاه مدت و بسیار به حساب بی پشتوانه بود. مثلا یک فند به وزارت زنها یا به نهادهای مدنی داده شد و وقتی که او بودجه خلاص شد دیگه او قضیه خلاص شد، ولی ما این را باید به عنوان یک موزل کلان اجتماعی، یک برنامه ملی سرتاسری بگیریم. و اینا گزارشتان یک مقدار سر وزارت زنان میگفت اینا وظیفه وزارت زنان نیست. هر وزارت در راستای محو خشونت علیه زنها و برای اعاده حقوق زنها وظیفه داره. وزارت حج، وزارت معارف، وزارت کار امور اجتماعی، وزارت تحصیلات عالی و وزارت اطلاعات و فرهنگ، همه از این وزارت ها در راستای حقوق زن وظایف خود داره. اما شهروند افغانستان، اما تجلیل از چنین روزها چقدر از مشکلات زنان میکاهد؟ خب تجلیل هیچ وقت یک مراسم هشت ماش نمیتونه مشکل زنها را کاهش بده، ولی به نظر من خوب است به خاطر از اینکه یک بار دیگه همین مردم مسئولین حکومتی را، نهادهای مدنی را، رسانه ها را متوجه مشکلات و چالش های زنها میسازن. اگر همین هشت مارچ هم نمی بود هیچ کس نام زن افغانستان یاد نمی کرد. بنابراین تجلیل با وجود که هیچ کمک به کاهش دردها نمیکنه، ولی میتونه مسئولین متوجه ازی بسازه و برای برنامه ریزی ها مؤثر باشند. خانم صادات، نهادهای مختلف در افغانستان فعالیت میکنن و داد از حقوق زنان میزنن و برای تامین حقوق زنان میگن که فعالیت های میکنیم. واقعا این نهادها چقدر توانستن برای تامین حقوق زنان در کشور کارهای عملی را انجام بدن؟ من فکر میکنم نفس حضور این نهادها در درون جامعه بسیار زیاد خوب است و یک گپ نیک است، ولی متاسفانه ما میبینیم که مافیای اقتصادی، کسایی که به نام زن میآیند، پروژه میگیرند، کار میکنند، اونا کسایی هستند که متاسفانه بیشترشان در رأسشان خانما هستند که قرار میگیرند و اونا صرف برنامه‌های مالی خودشان کار میکنند. متاسفانه به خاطر که میآیند مدافع حقوق زن خود را میگن، برنامه عملی تر برای زنها کاری نکردن و نداشتن. یعنی حتی خود زنان برای بهبود وضعیت خودشان کار نکردن؟ این کار نکردن. بخاطر از شما هستن کسایی که من میگم جنبش های زیاده در درون افغانستان کار میکنن به نام مدافع حقوق زن، اما اندک هستن کسایی که بتونن یک کار عملی در رابطه با این انجام بدن. این بخاطر از این پیشر خانم مصطفی گفت که عدم آگاهی که از حقوق زن ما نداریم یا در درون جامعه وجود نداره، بخاطر از این و زنان جدی نمیگیرن، بخاطر از این که ما نماینده درست نداریم. حداقل وقت ما میگیم در درون نظام، در پارلمان، در درون حکومت کسایی هستند که متاسفانه به اساس مو استثناء سر جایش ما بیشتر میبینیم در پست وزارتخانه ها، در ریاست ها، در معینت ها کسایی هستند که اونا سمت و سوی سیاسی دارن. اونا به اساس رابطه های شخصی، به اساس رابطه های سیاسی شان به اونجا گماشته میشن که متاسفانه وقت شایسته سالاری به اونجا نباشه، اونا نمیتونن کار انجام بدن. ما گفتم استثناء سر جایش، چون خان مصطفی را ما از نزدیک
میشناسم و کارهایشان برای همه ما معلوم هستند. ولی کسایی که میآیند کار میکنند بر اساس ظرفیت و توانایی‌هایشان انتخاب نشدن، این مشکل کلان را ایجاد کرده. این به خاطر است که ما کدام گپ جدی در بخش خانم ها در بخش عملیش نداریم و این جنبش‌هایی که کار میکنند بر اساس همون منافع شخصی خودشان هست و به می خاطر است که بیشتر از اینا زود شکست میخورن. بیشتر خانم مصطفی اشاره کردن که بیشتر مشکل در روستا هست و خانم هایی که در روستا زندگی میکنن اونا با مشکل جدی مواجه هستن، نه اینکه در شهرها. اما بیشتر فعالیت هم در شهرهای بزرگ افغانستان صورت میگیره. حالا شما را از دختر خانم هایی که در روستاها زندگی میکنن حتی دروازه مکتب را هم ندیدن، اینجا مقصر کی هست واقعا؟ یکی زنان نتونستن حق آموزش پرورش تحصیل داشته باشن و خشونت های آموزشی در برابرشان هست. این مقصر از این بدون شک حکومت است که در اول کارهایشان باید در اولویت های برنامه‌های آموزشیشان باید تیره قرار میدادن که زنان در صورت میتونن خودشان به حق حقوق خود میتونن به خودشان کار بکنن که اول آگاه شوند که حق حقوقشان چی است. وقتی یک زن نمیتونه نام خود بنویسه، پس بدون شک اون نمیتونه کار انجام بده. وقتی یک زن حمایت از درون خانواده خود نداشته باشه، وقت بیشتر برنامه میان سرطان‌منسازی زنان کار میگیرن، ولی وقتی یک بخش گپ مربوط مردان میشه که زنان باید بپذیریم که در جامعه افغانستان هنوز هم وابسته به مردان هستن و وقت حکومت برنامه منظم و برنامه مشخص برای باسواد ساختن یک زن نداره و هر کار رکما بکنیم اون کار نتیجه اش خانم مصطفی، حالا زنان افغانستان نماینده واقعی در داخل نظام افغانستان حتی در پارلمان ندارن که ممثل اراده سیاسی اینها باشن؟ اونچه که خانم صادق فرمودن فرمول مجموعی بر همگی ما نمیتونیم بگوییم، ولی متاسفانه اگر یک زن در رأس یک وزارتخانه و یک اداره قرار میگیره و او توانمندی های کافی را نداره، بعدن اینطور استنباط میشه که ما اگر یک زن بگذاریم هیچ وقت موفق نمیشه و او متاسفانه تعمیم داده میشه ناتوانایی های از او به همه زن های افغانستان و این کلانترین چالش هست. چرا ما قوی ترین ها را انتخاب نمی کنیم که بعدن نگوییم که زن ها نمیتونن کار کنن؟ خب این چراها برمیگرده به معادلات سیاسی و مشکلاتی که همیشه در جامعه بوده و معمولا این بحث ها همیشه نه تنها در افغانستان، در دیگر کشورها هم همونطور است. یعنی بیشتر مسائل سیاسی مطرح است، مسائل قومی مطرح است تا توانمندی ها و استعداد های یک زن. و متاسفانه اگر مرد ها یک یا صد مرد اگر کار خوب انجام نداد کس انتقاد نمیکنه، ولی اگر یک زن در است یک اداره قرار میگیره و او ضعیف و ناتوان است، فکر میکنن که همه زنهای افغانستانی رقم است، در حالی که رقم نیست. ما زنهای بسیار خوب با تحصیلات عالی و دانش و تجربه خیلی خوب داریم که ما میتونیم از این توانمندی ها استفاده کنیم. فقط تقاضای و خواهش ما همیشه ای است که ما بهترین ها را بگماریم. مهم نیست که از با کدام ملیت و مذهب و قوم و گروه و تنظیم سیاسی یک زن ارتباط داره. بیاین که قضیه زنها را دیگه سیاسی نسازیم. حتی خود خانواده ها دختران خود نمیگذارن که مکتب بخونن، تحصیل بکنن، در بیرون از خانه کار بکنن یا گشت و گذار بکنن. دید مردم افغانستان نسبت به زنان چی هست؟ خب در بیشتر اقصا نقاط افغانستان شاید امو دید بسته قبیلوی هست و حتی اسلام عزیز هم که آمد به ای جامعه نتانست که امو دیدگاه های ضعیف و قدیمی و بسیار بسته قبیلوی را در ای جامعه تغییر بده. همه بدبختی های زن افغانستان از همو دید سنتی و قبیلوی است که در اسلام جای نداره. اگر یک زن میره به کار اقتصادی و تجارت میپردازه، به یک دید خوب به او دیده نمیشه. به یک زن تجارت پیشه، بر یک زن خبرنگار، به یک زنی که در جامعه فعالیت میکنه، در حالی که همسر پیغمبر ما یک زن تجارت پیشه بوده. ما چرا این زمینه را فراهم نمیکنیم که به خصوص زنهایی که به حساب سرپرست خانواده ندارن، شوهر ندارن، پدر و برادر ندارن، ما این زمینه را باید فراهم کنیم که اینا بیان بیرون از اجتماع کار کنن. ما فکر میکنم که زنهای افغانستان از همه بیشتر قربانی عرف و عنعنات پسند هستند که در اسلام هیچ عرف و عنعنات جایی نداره و او خلاف شریعت اسلام هست. مانع تحصیل زنها میشن، مهریه، ارثیه و نفقه و تمام حقوقی که اسلام به زنها داده در این جامعه داده نمیشه. شما تا حال شنیدین که یک زن مهر خود گرفته باشه در این جامعه؟ شنیدین که کسی که خانم دوم گرفته خانم اول خودم امو شرایطی که اسلام گذاشته نفقهش پرداخت کنه؟ شما از کسی حتی از کابلی ها از جامعه که من خودم در او زندگی میکنم و متعلق به اوست
گفتم کابلی های تحصیل کرده افغانستان که سطح سواد دانششان بالا هست و هیچ در خانواده شان یک نفر بی سواد نیست، حتی اونها هم به زن ارث نمیتن. فکر میکنن که ارث، اگر یک چیز، یک خانم اگر بخواد بره از برادر خود و خانواده خود ارث خود بخواد، دیگه بازی یک گپ بسیار بد است. یعنی حتی در فرهنگ مردم تحصیل کرده ما هم دادن ارث به خانم مد نیست به حساب خارجی ها، و این بسیار شرم‌آور است در یک جامعه اسلامی که احکام شرعی تطبیق نمیشه. زنان میخوام بپرسم که خود زنانی که با خوشنند ها مواجه هستند چطور تلاش نمیگن تا وضعشون بهبود پیدا بکنه و چقدر تلاش های را به خرج دادن خود زنان؟ ما فکر میکنم که یک مقدار برمیگرده به این که خانم ها خودش هم در این راستا کوشش نمیکنن، و ما با صحبت شما موافق هستم. شاید به ترس از این که اگر برم فرض مثال امی ارث با سرش میریم، اگر بره میراث خود از برادر خود بخواد، برادرش با او قطع رابطه کنه، یا مثلا مثل همچو چیزای و خشونت بدتر از او برش اتفاق بفته. یک مقدارم برمیگرده به این که جامعه ما، جامعه کم سواد و بی سواد زیاتر ما داریم، و این بسیار چیز است. گرچه که مشکل در همه اقشار جامعه هست، اما سطح فرهنگ و دانش بسیار مهم هست. حتی کسایی که تحصیلات دارن شاید در سطح فرهنگ خیلی خوب ندارن، یعنی کارهای فرهنگی در این راستا کمتر صورت گرفته متاسفانه بر و... تغییر نگرش مردم. بله، امین تغییر نگرش را کی مسئول است که بیشتر به وجود بیاره تا ذهنیت مردم در برابر زنان تغییر بکنه؟ و همان شما پیشتر در مورد قبیله های اشاره کردین و این مسائل از میان برداشته شد، چون متاسفانه حتی در مناطق دوردست افغانستان به یک فرهنگ بدل شده میان مردم. ما فکر میکنم که نقش علمای کشور در قدم اول، نقش رسانه ها، وزارت اطلاعات و فرهنگ، وزارت حج و اوقاف، اینا مراجعی هستند که واقعا در این قسمت، در این راستا مسئول هستند در تغییر فرهنگ و نگرش مردم از این جامعه. شما در یک روستا میرین، یک کلینیک هم میسازین، یک دکتر زنم دولت به اونجا میفرسته، همه امکانات فراهم است، ولی در جوار از او کلینیک به ده ها تا زن به دلیل عدم مراجعه به کلینیک فوت میکنن به سر زایمان. چرا؟ در از اینکه از او فرهنگ و دید قبیله‌ای تغییر نکرده. در یک روستایی که مکتب نیست مشکل است، و در یک روستا شما می‌بینین که مکتب دخترانه را حکومت ساخته، معلم زنم گماشته، ولی باز هم او دید بسته قبیله‌ای اجازه نمیده که دختر خود به او مکتب بگذاره. بنابراین از همه یک تعمیر به بسیار راحتی میتونین بسازین، ولی ذهن مردم تغییر دادنش این بسیار یک کار سخت است، و نیاز به این داره که ما، شما، هر کسی که در این جامعه است، احساس مسئولیت کنیم. خانم صادق، هرچند این مسئولیت بیشتر برمیگرده به وزارت زنان، و شما هم در عرصه خبرنگاری کارهایی را کردید و با زنان افغانستان نشست و برخاست داشتین، این وزارت چقدر توانسته برای بهبود وضعیت زنان کار کنه؟ هرچند پیشتر اینها هم فرمودن که اینجا مسئولیت برمیگرده به تمام شهروندان افغانستان، اما مسئول اساسی وزارت زنان است. چه کارهایی را کرده به نظر شما؟ قسمی که ما پیشتر گفتم، نمیخوام بازم تکرار بکنم، متاسفانه وقت ما نمیتونیم بر راست یک وزارت بسیار زیاد کلان در بخش خانم ها که وزیر از اون یک خانم باشه کار رو انجام بده که نمیتونن انجام بدن، برمیگرده به اینکه چقدر کسی که در راست از این جهاز ضعیف است. امروز چرا برنامه‌های وزارت زنان را جدی نمیگیرن؟ حتی خود زنان، ما بیشتر در کارهای خبرنگاری کار کردیم، حتی یک محفل که در داخل وزارت گرفته میشه، وقت خودشان زنگ میزنن حتی برای رسانه ها که بیاین اینو پوشش بدین، بعد اون برنامه، حتی مو برنامه، اما آهنگی هایش نادرست بوده، به حد ضعیف بوده که حتی مردم اون حساب نمیکنن. چرا که وقت شما مو صلاحیت هایتون درست نتونین ازش استفاده بکنین، وقت شما بر اساس بیشتر گفت خانم مصطفی، بر اساس مو شایسته سالاری و توانایی های شخصی فردی تا نامده باشین، و بر اساس یک چیزی که شما فکر کنین یک جبر است، یا ای که شما بر اساس رابطه سیاسی تان میاین در یک پست گماشه میشن، و شما نمیدانید که در دمو وزارت شما چی کارهایی را باید انجام بده. نه تنهایی که دستاورد تازه نمیداشته باشن، اونا هم کارهایی که در 15 سال گذشته به حد اگر صورت گرفته باشه در وزارت همون را مزبین بردن، که متاسفانه در گذشته هم و فعلا هم وزارت زنان به عنوان یک وزارت هست که، یعنی من فکر میکنم که اصلا جدی گرفته نمیشه. چرا که کسی نیست که تاثیرگذار باشه، چهره تاثیرگذار در اونجا نیست، و کسی نیست که حتی یک کار عملی کرده باشه که ما بگوییم که بله اینجا یک وزارت هست و یک بودجه بسیار زیاد داره و ما میتونیم که بدل جمع بیایم و بگوییم که یک قشر بسیار زیاد بزرگه، یک جایی هست که براش نمایندگی میکنه. خانم مصطفی، اگر بحث ما را جمع بندی کنیم، از سخنان هویدا شد که توجه چندان از سوی حکومت افغانستان برای بهبود وضعیت زنان که در روستاها زندگی میکنن صورت نگرفته است. اگر همین جریان ادامه پیدا بکنه، شما آینده و سرنوشت زنان افغانستان را در کجا میبینید؟
اگر باز همین پروژه های مقطعی و کوتاه مدت باشه ما هیچ وقت به یک راه حل اساسی برای مشکل زن افغانستان نخواهد رسیدیم. پیشنهاد ما این هست که ما پلان بسیار خوب 10 ساله برای بهبود وضعیت زنان داریم، پلان کاری ملی برای زنان افغانستان، بیاین که به عنوان یک پروژه کلان ملی ببینیم. متاسفانه این پلان اصلا وزارتخانه ها جدی نمیگیرن، در تطبیق از این کار نمیکنن. شاخص های بسیار خوب در اینجا در نظر گرفته شده، اگر هر کدام از این شاخص ها تطبیق شود در آخر گزارش دهی شود و ما یک برنامه بسیار کلان ملی بر اساس از این پلان بسازیم، یک برنامه 5 ساله 3 ساله ما بتونیم همه مردم هم متوجه بسازیم، همه ادارات و نهادهای دولتی را که در این راستا مکلفیت اول دارن در اون راستا موفق خواهد شدیم. در غیر از او اگر برنامه ها مقطعی و کوتاه مدت باشد، بر 8 مارچ ما یک چند پوستر به دیوارها بزنیم که خشونت علیه زن بد است، این هیچ وقت ما به این راه حل نمیرسیم. ما راه حل اساسی نیاز داریم. پیشنهاد شما به حکومت چه هست؟ برنامه آخرین پرسش. باید برنامه مشخص داشته باشند. یک حکومت نمیتونه در مقابل کلانترین موضوعی که زن هست بی تفاوت باشه. من دیروز سخنرانی رئیس جمهور تاجیکستان را دیدم که میگفتند که در جامعه که بیشتر بر زن ارجحیت بیشتر گذاشته میشه، او جامعه متمدنتر و مترقی تر است. یعنی زن سازنده یک جامعه است که متاسفانه چنین دیدگاه از خانواده شروع تا بزرگان ما چنین دیدگاهی را ندارند. هر زمانی که می دیدگاه به وجود بیاید، زنان میتونند خودشان کار بکنند، زحمت بکشند، فرصت برشان داده شود تا یکی جایگاه در درون جامعه پیدا بکنن و این کشور پیش میره. مشکر مصطفی موین نشراتی وزاره اطلاعات فرهنگ و همچنان مرجان سادات خبرنگار آزاد، سپاسگزارم از اینکه در بحث ما حضور یافتین. و حال وقفه کوتاهی داریم و ادامه برنامه را پس از آن دنبال کنید. سلام مجدد، ادامه برنامه آغاز روز است و من بابر آیدین در خدمت شما قرار دارم. امروز 8 مارس برابر میشد با روز جهانی همبستگی زنان جهان و پیشتر هم بحث های داشتیم با مهمانان و گفتن که زنان نمایندگان واقعی در داخل نظام افغانستان ندارن و آنهایی که در داخل نظام افغانستان به حیث وزیر کار میکنن یا با این کار میکنن، البته شمار از آنها نتونستن که ممثل اراده سیاسی زنان که در روستاهای دوردست افغانستان زندگی میکنن و وضعیتشان چندان خوب نیست شون و نتونستن برای بهبود وضعیت زنان کار بکنن. اما حالا برای بحث بیشتر خانم مسعوده کروخی عضو مجلس نمایندگان را با خود داریم. خانم کروخی، 8 مارش بر شما مبارک باشه. پل های هم گفته در یک نیم دهه گذشته حامیان افغانستان و جامعه جهانی با دولت افغانستان کمک کرد و اکثر این پول ها باید برای تامین حقوق زنان به کار برده میشد و باید مصرف میشد. این پول ها تا چه حد به جاهایی که باید مصرف میشد تا حقوق زنان تامین میشد شده است؟ به نام خدا با عرض سلام احترامات خدمت بینندگان، 8 مارچ روز همبستگی بین المللی و جهانی به زنان تمام جهان و زنای افغانستان و خصوصا زنای ولایت هرات تبریک میگم و خدا کنه که این یک روز 8 مارچ تنها برای از این نباشه که یک تعداد دور هم جمع بشم و به طور سمبولیک یا فرمایشی از این به حساب جشن بگیرم و با 4 تا صحبت های کم و زیاد دیگه بگم که وانمود کنم که زن به همه مسائل و موضوعاتی که امروز در عرصه جهانی یا در سطح منطقه و افغانستان از زنها دسترسی پیدا کردم. خدا کنه که روزی باشه که تمام زنهای افغانستان انتباه بگیرم، همون طوری که زنان در وضعیت رقتباری بودم و خود نا همون آزادگی و رسالت نا اونا رو وادار کرد که یک جنبش از نهضت زنانه شکل گرفت و زنها به قیمت خون خو، به قیمت از دست دادن حیات خو تونستم امو حقوق حق اینا یا اعاده حقوق خور اونا بکنم یا به دست بیارم. بنابراین طوری که شما گفتیم پولهای هنگفتی که آمده، بله آمده، پول به تنهایی خو نمیتونه که راه حل تمام مشکلات باشه. زنای افغانستان باید ما بپذیریم که در طی از 15-16 سال اولین 8 مارچی که بعد از سقوط طالبان در همون سینما زینب که او عدد کاملا یک ویرانه بیش نبودک و شخص رئیس صاحب جمهور آقای کرزی صاحب در امونجی و ما هم یک فعال اجتماعی بودم به نمایندگی،
از همون فعالیت های اجتماعی هرات آمده بودم در همونجی بود. اولین 8 مارچ که ما در همونجی برگزار کردیم، یک سه روز پیشتر از او هم اولین جلسه مشورتی زنان افغانستان بود که یونیفم از برای زنان افغانستان تعهد سپرده بود که پیشتر از او به بروکسل برگزار شده بود. این اولین دفعه که ما در خود افغانستان برگزار میکنیم. ما در همون وقت زمان از ولایت های مختلفی که امکان داشت که به افغانستان بیایم از هر ولایتی یک زن آمده بودیم. همونجی اهداف و آرمان و رویاهای بزرگی که یک دورنمایی که افغانستان و زنانی که در کدام مسیر حرکت کنم، نه تنها زنان بلکه مردان، بلکه همه حکمتی که موقتی که تازه ساخته شده چی مسیری به پیمایه. ما تا یک قطنامه 3 روز اساتیدم که همه از زنای خود افغانستان بودم، اینا به پیشاور بودم، از اونجا آمده بودم و بعضی مسائل و موضوعات اونا به ما آموزش دادم و در ضمن دیدگاه های ما هم با او شریک شد که باید از کجا شروع بشه و ما به کجا بریم. اونا به ما تعهد سپردم که ما تمام همین مسائل و دیدگاه ها و طرح ها و برنامه های شما در تای یک به شکل یک رساله یا به شکل چندین ورق یک جزوه چی میکنیم، این ترتیب میکنیم و به هر وزارت خانه میفرستیم. در همون وقت ما یک قطعنامه بسیار جانداریم ما برای سالهای آینده ما همونجی صادر کردیم و بخونیم. این گرده همایی ها چی تأثیر بر حداقل بر روان آنال شما ببینیم؟ متاسفانه ما زنها هم به بیراه رفتیم. وقتی که اون ظرفیت و توانمندی مدیریت و رهبری که در نهاد زنانه ما به وجود نیایه، تشکلات و انسجام نیایه، نهضت زنانه تشکیل نشه، نهضت زنانه ای که با افکار و عقاید و دیدگاه خود ما زنانه باشه، ما دنبال رو این و آن باشیم، متاسفانه ما نمیتونیم ملامت کنیم دیگران، ما نمیتونیم ملامت کنیم حکمته، چون وقت 8 مارچ به پاس ارجگذاری از شهامت و غیرت خود زنها بوده، کسی برای اینا چیزی نداده بوده. اگه ما زنهای افغانستان هم منتظر بشینیم که پولها آماد و به ما نرسید، ای از ضعف و ناتوانی ما هست. چرا نتونستیم پولی که به نام زن افغان بیای خود ما مدیریت کنیم؟ چرا خود ما نتونستیم رهبری کنیم؟ و حتی چرا در رهبری شمار از نهادهایی که خود داد از حقوق زنان میزنن زنان قرار داشتن؟ چرا نه؟ از ضعف ما بودن، نتوانی ما هست، از بیچارگی ما هست. ما امروز یک تشکل قوی زنانه نداریم، ما امروز یک صدای قوی نداریم. امروز اگه نهادهای خرد و ریزه ای دارم، اینا همیشه در تقابل هستم. وقتی که امروز 8 مارچ به پاس یک حرکت و خیزش زنان در امریکا این شکل میگیره، این تنها نیست که ما بریم به یک روز خاص بنشینیم یا شخص رئیس صاحب جمهوری یا بانوی اول یا تعدادی از وزرای یا تعدادی از افراد برم چهار کلمه سخنرانی کنم. در طی 16 سال ما سخنرانی های زیادی من چندین 8 مارچ در همون وقت و زمان به کابل میامدم. از این سال به این سال که مقایسه میکردم وضعیت ما در همه عرصه، در همه عرصه، حتی در رفتار و کردار ما تغییرات آنچنانی به وجود نمی آمد که نه تنها ما از امو وضعیت که متعلق به خود هستیم بیرون بیاییم، از حالت خصوصی خود بیرون بیاییم، کمک به دیگران هم فکر کنیم. حالت هایی که زنا میتونم خصوص در افغانستان ما در شرایط نابسامانی قرار داریم. ما 3 دهه زنا از تمام عرصه ها رانده شده بودیم، ما در خانه ها، در حصار خانه ها قید شده بودیم، همه عرصه های پیشرفت و ترقیت و تعلیم و تربیه به رو ما بسته شده بود. ما یه تولد جدید تازه پا به عرصه گذاشتیم. ما از این فرصت ها باید بیشتر. پس از سقوط رژیم طالبان زمینه فراهم برای زنان؟ چرا نه دیگه. اولین امو ساختار نظام سیاسی ما با تاریخ افغانستان وزارت به نام وزارت امور زنان نداشتیم. وزارت امور زنان پا به پای کنفرانس بن شکل گرفت. ما کمیسیون مستقل حقوق بشر نداشتیم که این نظارت کنه از عملکرد حکومت در قبال مردان و زنان. این دو ساختار برای ما یک پیام بسیار خوبی بود، اما متاسفانه وزارت زنانمان از ابتدا تا به حال در همون وقت های زمان سال های
در عوضی که ظرفیت سازیش توانمندی زنان توجه بشه، برنامه و پالیسی و استراتژی برای زنای سر تا سر افغانستان ساخته بشه و وزارتخانه ها داده بشه و قدم به قدم ارزیابی باشه. مو سالهای پیش از پیش و وزارت زنان نبود، بلکل وزارت جنگستانی بود. تمام روز موین با وزیر میزد، وزیر با موین میزد. همال باور کنیم آنطوری که باید ظرفیت سازی در خود وزارت زنان بشه، روحی یک حرکت منسجم از زنانه که بتونه یک پیام قوی را از آدرس زنان صادر بکنه، متاسفانه نیستیم. من دوست دارم که در همچون یک روزی اینجی نشینم به عنوان کسی که هم معلم بودم و همالی هم هستم، یک فعال اجتماعی رضاکار بودم، که یک لحظه باور کنیم از خدمتگذاری در عرصه فعالیت‌های مدنی و کارهای اجتماعی من فروگذار نکردم. من به امید روزی که من یک زن توانمند و با قدرت با اساس همون تفکر و دکترین زنانه خو به جلو بره، متاسفانه من امروز از اون دیدگاهی که داشتم من امروز شرمنده هستم که نتونستیم زنای افغانستان سمت سو بریم. باور کنیم ما در همون ابتدا باز همی چیز بود، یونیما بخش زنانه از این که باز یونیفام بود، ما در یک ورکشاپ در روزه ما در همی UNDP بودیم، ما اینجا دعوت شده بودیم، من از ولایت هرات آمده بودم. او برنامه ما تئوری است که ما کوشش میکنیم که استعدادهای بالقوه زنانه ما از گوشه و کنار و سر تا سر افغانستان پیدا کنیم، اینا رو به فعل در بیاریم، اینا رو شناسایی کنیم، ما بتونیم یک شبکه قوی زنانه از مرکز کابل تا ولایت تا ولسوالی تا سطح قریه به هم پیوند بدیم. و بعد از او وقتی که ما همچون یک شبکه قوی ساختیم، میتونیم که ما تمام طرح و برنامه و دستوراتی که هست از سطح قریه بره داده و ما پیشنهاد بشه، طرح و برنامه از اونجی داده شه، بیای به مرکز ولسوالی، بیای به ولایت ها، بیای به مرکز. اما متاسفانه اونا جز یک خیال مون و چون ضعف در ما زنا بود، اون اهداف داشت در همون وقت یونیفام. اما ما زنا تعداد کسانی که در چهار طرف همون مؤسسات و خارجی ها. پس شما دیگران را اینجا مقصر نمیدانین؟ نه بیشتر مقصر خود ما هستیم. پول هنگفت به نام خود ما زنا آمده، ما نتونستیم، ما همیشه دنبال رو مردا شدیم. ضعف در کجا بود؟ چرا این مدیریت در خود داخل زنان و سوی زنان را اندازی نشده؟ شما ببینیم، ما وقتی که ما زنا بیرو شدیم، ما دیگه دروازه های مکتب برو ما بسته شده بود، ما اصول و رویش رفتارهای و کردارهای اجتماعی کاملا فراموش کرده بودیم. ما شده بودیم یک زن خانه، به جز از پخت و پز و درون خانه دیگه چیزی بلد نبودیم. اگه کسی معلم بود، نهایت چهار تا زن معلم بودم دیگه، بیشتر از حد معلمی دیگه زنا. بعد از اون کمو وقتایی که باز مجاهدینم دور اول آمدم، بعضی زنا که در ادارات هم کار میکردم به دلایلی که زن درست نیست، همونا هم به گروه معلم ها پیوسته بودم. ما به جز چهار تا زن معلم و چهار تا شاگرد دیگه زن در عرصه نداشتیم. وقتی که نداشته باشیم بعد از سقوط طالبان تازه بیایم به میدان، خود زمان به کار داره که ما اصول و شیوه هایی که چگونه به مدیریت و رهبری برسیم باید در این راستا ظرفیت سازی میشه. و از طرف تعداد دخترهای جوان و زنانی که همیشه بیرون از افغانستان بودم، به خارج بودم، اینا انگلیسی یاد داشتم، بدون از اینکه بفهمم در افغانستان در طی همه مدت های جنگ چی گذشته و چی میگذره و باید برنامه های این کشوری پیشرفت و ظرفیت سازی زنان از کدام نقطه شروع شه، جاگاهی نداشتم. متاسفانه خارجی ها همون کسایی که انگلیسی داشتم یاد داشتم، ای که از افغانستان، از بافت اجتماعی افغانستان، از بود جامعه شناسی افغانستان آگاهی نداشتم که یک سروی یا بررسی دقیقی بشه که باید از کجا شروع کنیم و چیزهای وارداتی را آوردم به خورد ما دادم. در اینجا که نه بستر مناسب بود، نه اونقدر ظرفیت سازی و توانمندی بود، چیزهای وارداتی را آوردم، چهار تا انگلیسی زبانم دوره کمک کار گرفتم، جا به جا اونا به عاجل اینجور
درست کردم، مؤسسه درست کردم، نهاد درست کردم، بنیاد درست کردم. اونا شدم زبان زنان افغانستان، بدون از اینکه خبر داشته باشم که در طی این سه دهه به این زن افغان چی جفاهای شده، یک بررسی دقیق بشه که زن افغان در چی وضعیتی قرار داره و از کدوم نقطه ما شروع کنیم. اما کسانی که در این جهات شما اشاره کردین کار میکردن و اکثرشان زنان بودن و اینا باید معلومات موثق و ایرانی میکردن. اونا کسانی بودن که صرف انگلیسی یاد داشتن دیگه بیشتر نه، و تا حال وضعیت به همین منوال و نتارستن که ممثل اراده سیاسی زنان باشن. امروز وقتی که ما به سطح قریه میریم، باور کنیم ما ولیسولی کروخ ما به 35 کیلومتری ولایت شهر هرات قرار داره، مسیر اسفالت شده که خیلی به سادگی میتونی بری و بیایی به هرات. از این سرشهر کابل تا به این سرشهر کابل بری، از اون شهر هرات میری. وقتی که میرید اونجا با شاگردان مکاتب مقابل میشی، به صنف 6 و 7 هم سواد ندارم. عوضی که نهادهای مدنی ما، حرکت های مدنی ما که در راستای زن ها کار میکردن، برای یک زن اطرافی میرفتن میفهمونم که مادر، تو به عنوان یک مادر باید متوجه فرزند خوبشی، روزی که به مکتب رفته آیا معلم ازی بوده، آیا چیزی آموخته، وقتی که از مکتب میایه تو از طفل خوب پسر و دختر خوب پرسی که آیا تو امروز درس خوندی یا نخوندی. اصلا چیزی نگفتم برای یک زن اطرافی، نگفتم وقتی که تو فرزند تو یا یک پول ارتباطی بین از او و کلینیک قریه از او بسازن که او مواظب باشه که چگونه از طفل خوب برای صحتمندی، چون اطفال و نوجوانان سالم و تندرست ثروت و نعمت یک جامعه. این چیزا برای اینا گفته نشده. اما از وضعیت کرونی رفتم برای از اونا چی گفتم؟ برای از اونا رفتم حقوق اساسی، روابط بین الملل، چیزهایی گفتم که اینا. پس از تشکیل حکومت وحدت ملی در افغانستان و چه تغییرات در زندگی زنان به وجود آمد؟ تغییرات بسیار زیادی آمده. شما ببینید وقتی که دروازه های مکتب خاکریزی بود، بعد از سقوط طالبان و برای کار آمدن دولت موقت تا امروز وضعیت زنان خیلی خیلی تغییر کرده. توجه حکومت و وحدت ملی چگونه است؟ شما ببینیم بحث توجه نیست، علاقمندی خود مردم هسته. شما در قرا و قصبات دوردست به شرط از این امنیت باشه، عاشقانه مردمی که نون خوردن خور ندارن بازم کتابچه و قلم بفرزن، حضور و مشترک پررنگ دختران در مکاتب، در تحصیلات عالی. باور کنیم امی چند روز من به هرات بودم، رقابت یک پانزه ادبیات ماستری، درجه ماستری به ولایت هرات میده و مو امتحان خود من هم بودم، 51% دختران هرات بود که ای برای ما خیلی خبر خوشی است. اما در رابطه به عمل کرده حکومت وحدت ملی، یک حکومت خود شما میفهمیم تقسیم شده 50-50 هسته. ای ستادم برای امو کسایی که کمپاین کردن وعده و وعیده های داده بوده، ای ستادم وعده و وعیده های داده بوده. وقتی که تقسیم چوکی ها شده، اصلا نگاهی که حکومت وحدت ملی به طرف ظرفیت و توانمندی و تخصص و لیاقت زنا اصلا نداشته، اصلا نداشته. هر زنی هم که در هر بستی که امروز مقرر شده از آدرس خود همه جریانات هسته و اینها نمایندگی واقعی از زنان افغانستان به هیچ عنوان، به هیچ عنوان برخواسته از میان همین قشر هستند. باور کنیم حکومت وحدت ملی یک دفعه با نهاد زنان یا با مجمع زنان، با اجماع زنان وقتی که کابینه ساخته می شد، باور کنیم ما انتظار داشتیم مثلا ما وکیلای پارلمان بودیم، نهادهای زنانه بود، شوراهای ولایتی ما داریم، اساتید داریم، ما شخصیت ها در ادارات به نام رؤسا و اینا، یک جمعی را از ما نکردم که جمع و دیدگاه ما شریک کنم که بدیم زنان نخبه شما کیا هست شما به ما معرفی کنیم. به هیچ عنوان به ما راجع نکردم و مستعداد انتخاباتی خو مردا امی وزیرایی که امروز شما در حرکه قدرت میبینیم، باور کنیم یک دفعه از ما پرسیده نشده. همین کسانی که به صفت معین، به صفت رئیس یا به بعضی مقامات گماشته میشم، اینا از ادراسه یا ارگ ریاست جمهوریت اصلا که ارتباطات خاصی به ما قدرتمندا دارم یا از ریاست اجرایی هستم و بدون ارتباط با او جریان کمتر زنی تونسته به اساس یک رقابت سالم و امتحان شفاف داخل از این رقابت. خیلی اگر کوتاه اشاره بکنین
آینده زنان افغانستان با توجه به این مشکلات چگونه ارزیابی میکنید؟ ما آینده زنان، ما از زنان به این روز 8 مارس همون طوری که زنان جهان و زنان امریکا حرکت کردم، با حرکت خو، با جنبش خو، با مبارزه و قیام خو اعاده حقوق کردم. من پیام به زنان این است، من خیلی با آینده زنان امیدوار هستم. منتظر دیگه ما زنان نشینیم که مردا بیایه و حکومت بره. تشکر خانم. همون قوتی که داریم با تشکل و انسجام فشار بیاریم، جلب و حمایت کنیم و اعمال نفوذ باشیم. نیمی از جامعه هستیم، 50% رأی از خود ما هسته. تشکر مصطفی کاروخی عضو مجلس نمایندگان از اینکه در بحث حضور یافتید. سپاسگزارم. سپاس از شما که از اینکه همراهی ما کردید. در این بخش برنامه با من مرسل حبیب‌زاده خوش آمدید. حال همکارم آسیلا نوری را از ولایت سرپل با خود داریم تا در مورد 8 مارچ برابر است با روز جهانی زنان بحث داشته باشیم. چنانچه گفته میشه که در این ولایت بزرگداشت نشده از این روز. آقای نوری سلام، صبح شما بخیر. سلام و عرض ادب خدمت همکاران عزیز و بیننده های تلویزیون هاریانا نیوز و برنامه شما. بله بفرمایید. بفرمایید. بله. آقای نوری، چنانچه گفته میشه که امروز با این که 8 مارچ است، روز جهانی زنان گفته میشه، در کل میخوایم بپرسم که وضعیت زنان در این ولایت چگونه است و چرا بزرگداشت نشده از این روز در این ولایت؟ اکثرا اولا باید خدمتتون عرض کنم، یکی که وضعیت امنیتی در ولایت سرپل نگران کننده بوده و تا جایی که همه ساله امی روز 8 مارچ به وقتش به زمانش به می تاریخ برگزار می شد و بعضا بزرگداشت ها و روزهای مثلا روز زن باشه یا بعض تجلیل ها باشه، شاید یک روز یا دو روز بعد تجلیل می شه، بنابرای شاید که مقامات محلی حضور نداشته باشن و گاهی اوقات همونطور به تعویق می افته. شاید تنها در ولایت سرپل نه، بلکه در سایر افغانستان ای همچون موارد اتفاق بفته. من فکر میکنم که دلیلش هم یگانه دلیلش هم شاید امی باشه که یکی دو روز بعد شاید ای تجلیل یا هفته بعد ای رو اندازی کنن و از 8 مارچ تجلیل کنن. اما نظر به وضعیت امنیتی که میبینیم، وضعیت زنان در ولایت سرپل چنانچه وضعیت امنیتی در سایر نقاط ولایت سرپل نگران کننده است. وضعیت زنان هم قناعت بخش نیست. ما چند قبل که با مسئولین زنان و چندین باری که با مردم با مخصوصا زنان صحبت داشتیم که در ارتباط وضعیت زنان، واقعا وضعیتشان نگران کننده است. سایه حاکمیت طالبا بیشتر است، مردم نمیتونن که با مقضای حقوقیشان مخصوصا زنان دادخواهی کرده نمیتونن و نمیتونن به ارگانهای عدلی و قضایی دسترسی درست ندارن که قضایشان را پیگیری کنن. شاید از این بودیم که در سه سال جاری زنان حتی تیرباران شدن، قتل های ناموسی، سنگسار، ایگفار هم شاهدش بودیم. خب چنانچه در سایر افغانستان این اتفاقات مثل سرپل هم جزی از افغانستان است و در سرپل هم بدون شک نگرانی ها وجود دارد. زنان در وضعیت بد قرار دارد و هنوز هم زنان در ادارات کمتر هستند نسبت به مردها حضورشان و یکی که سنتی بودن جامعه است، نمیتونن که از خانه هایشان بیشتر برایند در ادارات دولتی کار کنند و صرف اکتفا کردن به معارف و او هم در اکثر نقاط مثلا ناامن. هنوز هم زنان نمیتونن که حتی در معارف معلم شوند. اکثر مکاتب دخترانه در سایه حاکمیت طالبان مخصوصا از سوی مردا تدریس میشه. این مشکلات وجود داره، خیلی ها زیاد است و حتی مکاتب دخترانه در ولایت سرپل در برخی مناطق به نام است، صرف و فقط نامش است، مخصوصا در سایه که ناامن است. در اونجا اصلای مکاتب وجود ندارد که ما منابعی که ما داریم. اما ریاست معارف تا کنون این موضوع را تایید نکرده. حالا دیده شود که امسال وضعیت تا فعلا خود مکاتب شروع نشده. ای که مکاتب شروع شد و فهمیده میشه که چی تعداد مکاتب امسال مسدود خواهد بود. زنان دخترها
مخصوصا میتونن در مکاتبشان دسترسی داشته باشن یا نداشته باشن. این وضعیتی است که زنا در ولایت سرپل با این موارد دست و پنجه نرم میکنن در این روزا. بله تشکر از شما آقای نوری. امروز چهارشنبه 8 مارچ روز جهانی همبستگی زنان است که محافل و مناسبات‌های زیادی به ارتباط این بزرگداشت در سرتاسر جهان در نظر گرفته می شود. از این روز در کشورهای در حال تجلیل می شود، در کشور در حال تجلیل می شود که هنوز زنان افغان در تمامی عرصه‌های زندگی از محیط خانواده گرفته تا عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و اداری با مشکلات زیادی مواجهند که نیاز به رفع آن دیده می شود. به تاریخ 19 مارچ سال 1911 مردم اتریش، دنمارک و آلمان روز جهانی زن را برای نخستین بار تشکیل کردند و میلیون ها تن در این روز برای حمایت از حقوق زنان و اجازه کار و رای دادن با آنها در این کشور گرد هم آمدند. و به خاطر بزرگداشت از این روز در این بخش برنامه بانو دکتر صدیقه عبدالله ادیب رئیس بیمارستان رابعه بلخی را در استودیو با خود داریم تا نشه که زنانی که بیمار هستند در این روز هم از چشم ما به دور بمانند و از این روز درست تجلیل نکنند. ما تماس هایشان را می داشته باشیم در برنامه به گونه زنده. شماره تماس ما هست 0700 111 2230. تمام بانوان و کسانی که در بخش بهداشت زنان و مشکلات نسایی ولادی سوالاتی دارن میتونن با بانو صدیقه عبدالله ادیب در میان بگذارن و مشکلاتشون حل بسازن. شماره تماس برنامه هم هست 0700 111 2230. بانو ادیب خیلی خوش آمدین به بحث امروز برنامه. تشکر. ما هم به نوبه خود روز 8 مارچ روز بین المللی همبستگی زنان جهان را برای تمام خانم های جهان بخصوص برای مادرها و زنهای رنج دیده و مصیبت دیده افغانستان تبریک و تهنیت عرض می دارم. تشکر. میخوام در خواست بپرسم که به خاطر امروز به مناسبت 8 مارچ در این شفاخانه چه آمادگی هایی گرفته شده، چگونه میخواین به این بیماران این بیمارستان رسیدگی بکنن؟ ما به خاطر رسیدگی به بیمارای خود شفاخانه رابعه بلخی از جمله شفاخانه است که در مرکز شهر قرار داره و هم روزه و 24 ساعته در خدمت مریضا و مریضدارای محترم قرار داریم. به خاطر تجلیل از این روز، چون خود روز 8 مارچ یک روز بسیار مقدس است برای ما، به خاطر از اینکه برای خانما بتانیم این روز تجلیل کنیم، برنامه های روی دست داریم که در این برنامه که در شفاخانه برگزار میشه یک بخش اول برنامه اختصاص داده شده برای تشویق از دکتر سیبای بسیار محترم، قابل سیبا و نرس هایی که واقعا با متقبل شدن هر گونه مشکلات برای مریضای خود میرسن و بر اونا خدمت میکنن، از اینا تقدیر میکنیم. و همچنان بخش دیگه برنامه ما برمیگرده به اینکه مریضا و خانمایی که در این روز ولادت میکنن و روزنا طایفه در نظر گرفته شده از طرف ریاست شفاخانه که اونها در اختیارشون قرار میدیم و یک در کل یک تجلیل از این روز داریم در شفاخانه. بله، برای بهبودی خدمات بیمارستان چه برنامه های روی دست گرفتین؟ چنانچه امسال هم و سالهای گذشته هم این روز بار تکرار شده، از برنامه های گذشته تان اگر بگوین و در حال حاضر. وزارت صحت عامه در کل تمام رهبری وزارت صحت عامه مخصوصا خود شخصی وزیر سیب همیشه در قسمت خانما و پایین آوردن مرگ و میر خانما توجه بیشتر داشتن. خوشبختانه تفاوت‌های بسیار فاحش را ما می‌بینیم. در سال 2002 سروی که صورت گرفته بود، مرگ و میر مادرها در افغانستان به سوی بسیار بلند بود، یعنی که 1600 خانم در هر 100 هزار ولادت زنده حیات خود از دست می دادن. اما خوشبختانه در اثر سعی تلاشی که تمام
تیم های صحی رهبری وزارت صحت آمد داشتن، بالاخره تانستن که سوی مرگ و میر مادرها را کاهش بدن که فعلا در سروی که صورت گرفته 227 مادر در هر 100,000 ولادت زنده فعلاً هم جان خود از دست میدن. یعنی که آله هم افغانستان از جمله کشورهایی است که در بخش صحی بسیار زیاد پرابلم داریم و وزارت صحت یگانه وزارت است که از بعد و پیدایش یک انسان تا بعد از مرگ با انسان سر و کار داره و بودجه که برای این وزارت اختصاص داده میشه خیلی ناچیز است و باید در کل در این قسمت بیشتر سرمایه گذاری شود. برای اینکه یک فاجعه خواهد بود که ما در هر 2 ساعتی که تیر میشه یک مادر در اثر ولادت و امراض مربوط به عاملگی جان خود از دست میده و ما امیدوار هستم که در این قسمت کسایی که در رأس دولت هستن توجه بیشتر رو مبذول کنن تا اینکه بتانیم میزان مرگ و میر مادر و اطفال کاهش بدیم و انشالله که در این قسمت. به نظر شما بانو ادیب مشکل چی است که حد در هر 2 ساعت یک مادر جانش از دست میده و وزارت صحت عامه باید چه کمک هایی را برسانه، چه چیزایی نیاز داره ایش بخانم؟ امی ارقامی را که بر شما گفتم این تو نیست که تنها در شفخانه ما یا در شفخانه مرکز، به صورت کل اگه ما به سطح افغانستان بیندیشیم، خب یک کشور هستیم که در حالت جنگ قرار داریم، مشکلات بسیار زیادی را مادرایی که در قرا و قصبات زندگی میکنن متقبل میشن، عدم دسترسی به شفخانه ها، عدم دسترسی به مراکز صحی. فعلا خوشبختانه تعداد مراکز صحی در ولایت زیاد شده، از اون خاطر است که میزان مرگ و میر مادر کاهش پیدا کرده، اما این کفایت نمیکنه به خاطر از اینکه خب مادرایی که در قرا و سبات و در جای دوردست زندگی میکنن اینا خدمات بسیار ابتدایی را هم برش دسترسی ندارن. نبودن ترانسپورت یکی از مشکلات بسیار عمده است که مادرها با او مواجه هستن. مثلا یک مادری که باید برای وضع حمل با یک کلینیک مسئول انتقال پیدا کنه، بعضن در بعضی از ولسوالی هاست که اصلا هیچ نوع وسایل ترانسپورتی به دسترس خانم‌ها قرار نداره، مردم وضع اقتصادی بسیار خراب دارن، در بعضی جاها که مخالفین مسئله دولت هستن اونا اصلا به خانم‌ها ارج قائل نیستن، عطا اجازه نمیتن که یک مادر به خاطر مشکل صحی که داره به شفخانه مراجعه کنه یا به اون کلینیکی که در ساحهشان است. روی این دلایل است که میزان مرگ میر مادرها آله هم بلند و نتانستن با تمام تلاش هایی که وزارت صحت عامه داشته، اما مشکلات در کل به حدی است که از توان خود وزارت هم بالاست. مثلا در بسیاری مناطقی است که کلینیک ما داریم، اما خب چون امنیت خوب نیست مشکلات است، نمیتونه مادرها به وجود دسترسی پیدا کنه. عدم مراحت حفظ و صحه این خودش یکی از جمله بسیار مشکلات عمده است که باعث ازی میشه که یک مادر جان خود در جریان عاملگی یا ای که در وقت زایمان از دست بده. بله بیننده های عزیز تماس تلفنی داریم از یکی از بانو وان، میخوان مشکلات چرا به ما بیان کنن. سلام به شما، بفرمایید. سلام بر شما، خوبتین؟ بخیر صحتتون خوب. سلام بر میمار شما. بله بانو صدیقه عبدالله ادیب، رئیس بیمارستان شفاخانه رابعه بلخی مهمان برنامه ما هستند. بفرمایید مشکلاتی که در عرصه رسیدگی به بهداشت زنان در بخش نسایی ولادی و همچنان بخش های دیگری بیمارستان دارین به ما بگویید. بسیار تشکر. یکی از اقارب ما از فاریاب آمده بودن به کابل، ما بردیم چون به این شبخانه متاسفانه ایتا وقت داره که شما نشناسید چی هست، نمیتونین که مریض کنم بارین پیش داکتر یا نمیتونین که پیش داکتر مراجعه بکنین. همینجا هم مشکناخت مهم است، واسطه مهم است به خاطر حل همین مشکل اینا که برنامه های دارن و چرا یک برنامه درست نمیخنجن. اگر لطفاً به این مورد پاسخ بدن. تشکر از شما، حتما بانو ادیب به شما پاسخ خواهد داد. بانو ادیب سوال برادر ما را حتما شنیده باشین، میتونین به شما پاسخ بدین. در کل می ریاست شفخانه رابعه بلخی تلاش بسیار شدیدی خود کرده تا ای که ارزی خدمات سیره برای مادرها و برای مریضدارا فراهم بسازه و برای مریضدارا یک سهولت ایجاد شوه. خب چالش های بسیار زیاد فراروی ما وجود داره. از وقتی که ما در شفخانه رابعه بلخی رفتیم، از نخستین ساعتی که داخل شفخانه شدیم، تلاش ما می بوده که ارزی خدمات به صورت با کیفیتش و دسترس مریضا قرار داده شوه. از اون جمله کارهایی که ما کردیم در قدم اول، خب بعضن مشکلات موجود بوده، با وجود از اینکه وزارت صحت آمد با تمام شفخانه هایی که شفخانه های دولتی هستن
اکمالات به حد توان وزارت در اختیار شفاخانه ها قرار داشته که از البسه، دوا و استاف بسیار کادری و دکترای داریم که واقعا اینا از هر لحاظ قابل قدر هستن، آدمای بسیار با دانش هستن، آدمایی هستن که با در نظر داشته اخلاق طبابت برای مریضای خود خدمت میکنن و ما تانستیم در نخستین ساعات کاری خود اینمی را بر تمام پرسنل شفاخانه گفتیم که وقتی که یک مریض به شفاخانه دولتی مراجعه میکنه و در کل به هر شفاخانه که مراجعه میکنه او بسیار خواستهای ابتدایی داره که او حقش است، مثلا داشتن یک بستر پاک برای مریض، یک برخورد خوبی که با مریض باید صورت بگیره از طرف پرسنل طبی و از طرف دکتر صاحبا و همچنان به دسترس گذاشتنشان دوای مناسب و تداوی که اینمی سه امکانات در شفاخانه ها فراهم است. تنهایی در بسیاری شفاخانه های دولتی این مدیریت بسیار خوب شده و دسترس مریض ها و مریضدارا قرار داره، اما شاید در بعضی شفاخانه ها مشکلات باشه، اما خوشبختانه در شفاخانه رابی بلخی از این لحاظ ما برای تمام مریض ها و همچنان برای مریضدارای محترم این اطمینان میدم که مریضی که در شفاخانه ما مراجعه میکنه دوا به صورت رایگان در خدمت مریضا گذاشته میشه و در هر تایم روز. اما بانو ادیبی، هموطن ما تماس گرفتن، مشکلشون این بود که تا شخص را نشناسی یا واسطه‌ای نداشته باشی بگونه ام نمیتونین با دکتران ببینین، فقط با پرستارها یا مو اشخاصی که در اونجا مسئول هستن. یکی از مشکلات بسیار عمده شفاخانه ما ایسته که از نظر اسپیس یا جای خب ما به اندازه کل تعمیری نداریم که اتاقهای بسیار زیاد داشته باشه و عق از جمله استانداردهای صحی بودن پایواز با مریض یکی از عقهایش است. اما در افغانستان این مشکلات ما داریم، مثلا شب گذشته در شفاخانه رابی بلخی 63 ولادت صورت گرفته. اگر ما با 63 مریض ما که برای ولادت مراجعه میکنن 63 پایواز اجازه بدیم، در این صورت مشکل است که ما بتونیم منیجمنت کنیم و بتونیم که رسیدگی صورت بگیره. دکتر سیبای ما نمیتونن که وقت ازدهام پایوازا باشه برای مریضا رسیدگی کنن. بنابراین این تقاضای از این وطن ما و همچنان دیگه مریضدارا را اینا را برحق میدانم که اونا میخواین در اون لحظات بسیار اساس با مریضشان باشن، اما این پرابلم شفخانه را باید این مشکل شفخانه را درک کنن و با شفخانه خود هم کار باشن. شما برخونگش بانو ادیب باز هم تماس داریم، بفرمایین کی هستین، از کجا تماس گرفتین، سوالتون رو مطرح کنین. اگر صدای ما را دارین میتونین صحبت داشته باشین با بانو صدیقه عبدالله ادیب، رئیس بیمارستان شفاخانه، رئیس بیمارستان رابی بلخی، هر مشکل داشته باشین در میان بگذارین. بله بله بله، بفرمایین. بله صدای ما را میشنوین؟ بله صدای شما را داریم. میبخشین، همه هفته گذاشته ما مریض خدا برده بودیم، مریض خدا بودن نمی شفاخانه رابیه بلخی، هیچ کس مریض ما بیخی با حالت کمام بود، ولادت نکرد، هیچ کس متوجه برش نمی شد. هر چی که می گفتیم کسایی که واسطه نداشت می بردنشن، کسایی که واسطه نمی داشت نمی نرسایی که امسال خلاص کرده بودن چرا می رفتن ولادت نکردن، وقتی که دکتر صاحبایی که لایق می بودن اونا توجه نداشتن. من با دکتر صاحب محترم خواهش میکنم که زیادتر دکترای که لایق میباشه اونا متوجه باشن، از همون خاطر چی میکنم. بله تشکر از شما، بفرمایین بانو ادیب. خب در این قسمتی که برادر که قبلا تماس گرفته بودن موضوع واسطه، ما ایره من حیث رئیس شفاخانه رابی بلخی برشان وعده میتم و ایره برشان 100% تعهد میکنم با تمام هموطنهای بسیار محترم ما که مریضای خود به شفاخانه ما میارن که موضوع واسطه اصلا در میان نیست، دکتر و شفاخانه در خدمت تمام مریضا قرار داره و از نظر اخلاق و پرنسیب طبابت ایره ما کاملا رد میکنم. برای اینکه خدمات باید به تمام مریضا به صورت مساوی یکسان باشه و در این قسمت ما برای اینا باز هم تعهد میکنم که هرگز اتو یک حالت نخواد بود که برای مریضی که واسطه داشته باشه، برای اینکه که برای یک دکتر تمام مریضش، تمام مریضایشان ارج داره و جای خود داره که برای اینا رسیدگی صورت بگیره. و برمیگردیم به سوالی که خواهر ما داشتن. بله جواب این سوال شما رو با معذرت که بعد از یک وقفه کوتاه خواهیم داشت.
بیننده های عزیز تا لحظات دیگر دوباره با شما خواهیم بود، اما میتونین با شماره تماس 0700111230 تماس بگیرین و سوالاتتون در بخش مشکلاتی که در شفاخانه رابعه بلخی دارین با بانو صدیقه عبدالله ادیب در میان بگذارید. با وجودی که در 14 سال گذشته زنان در افغانستان در بخش‌های مختلف پیشرفت‌هایی داشتند، اما افغانستان در بخش نسای ولایت کشور با مشکلات زیادی روبرو است. به خاطر بحث بیشتر در این باره به مناسبت 8 مارس روز جهانی زنان، بانو صدیقه سادات عبدالله ادیب دکتر و رئیس بیمارستان رابعه بلخی را در استودیو با خود داریم تا در مورد مشکلات شما که تماس می‌گیرید بر ما پاسخ بدن و همچنان مشکلات شما را حل بسازند. و شماره تماس ما هست 0700111230 که به گونه زنده میتونین تماس بگیرین و مشکلاتون را با بانو ادیب رئیس بیمارستان رابعه بلخی در میان بگذارید. بانو ادیب، باز هم برمیگردیم به سوالات هموطنان ما که داشتیم. پیشتر یکی از بانوان تماس گرفتن که به مریضشون درست رسیدگی نشد، حتی در حالات کما بودن، برشون اجازه ورود داده نشد و چون کس را نمیشناختن دکتران درست برشون رسیدگی نمیکرد و همچنان دکتران بودن گفتن درست نمیفهمیدن در این بخش، به او خاطر بهش رسیدگی نشدن. خب قسمی که ما از سوال ازی هموطن ما برداشت کردم، مریضشان در اتاق ولادت بوده، یعنی که مریضی که اگر در حالت کما باشه ما اون را در بخش امرجنسی داخل بستر میگیریم و در بخش امرجنسی ما دکتر سیبای بسیار بسیار ورزیده و ترینر سایبا، دکتر سایبای ترینی که میان به خاطر اکمال تخصص در شفاخانه امرای ما هستن که اونا از هر لحاظ برای مریضایشان با مو دانش مسلکی که دارن، با مو مهربانی که دارن با مریضایشان برخورد میکنن و در قسمت تداویشان امرای اونا کمک صورت میگیره. اما مریضی که در اتاق ولادت است، یعنی که مریضی که نرمال برای یک نرمال ولادت مراجعه میکنه، خب قابل سایبا که در شفاخانه کار میکنن اینا جز لایه وظایفشان کمک برای ولادتای نرمال است و اونا هم قابل سایبا هستند که قابل سایبای مسلکی هستند و دانش مکمل مسلکی برای یک ولادت نرمال دارن و امرای مادرای بسیار محترم و معزز ما که مراجعه میکنن در قسمت حل مشکلشان اونا امرایشان همکاری میکنن. خب همزمان در شفاخانه، در شفاخانه رابعه بلخی شب گذشته رو براتون من مثال میدم که 63 ولادت نرمال بوده و همزمان با او 18 سیزارین سکشن یا امو عملیه که طفل از روی بطن مادر گرفته میشه توسط عملیه جراحی. دکتر سیبای ما مثلا نظر به استپ کاریشان، دکتر سیبای ترینر یا دکتر سیبای متخصصی که داریم، اونا کمک میکنن مادرها رو و عملیات انجام میدن. اما مریضای ما که نرمال دریوری سیرا میتونن که قابل سیبا و دکتر سیبایی که در شفاخانه هستن و اونا مصروف فراگیری برنامه تخصص هستن، اونا ولادت های نرمال کمک میکنن. ما اصلا این گپ برای ما قابل باور نیست که یک مریضی که دالت کما باشه و بعد از او دکتر قابله بیای رستگی کنه یا ای که دکترای سال اول. به هیچ وجه، برای از اینکه ما در شفاخانه مان برای هر بخش اتاق مخصوص داریم. مثلا مریضایی که وضعشان خوب نیست، قسمی که اینا گفتن کما اگه باشه، او در اتاق ایمرجنسی است، برای اونها بسیار مراقبت‌های شدید شفاخانه‌ای ارزان میشه. شما برخواهیم گشت، اما باز هم تماس داریم. بفرمایید کی هستین، از کجا تماس گرفتین و سوالتون را، مشکلتون را با بانو ادیب مطرح بسازین. بله بفرمایید، صدای شما را داریم. بله مشنید صدای مرا؟ بله بله، سلام بر شما، بفرمایید صدای شما را داریم. سلام علیکم، خوارکم بگستین شما. تشکر، بفرمایید. ما یکی از چند روز پیشتر، سلام به رئیس شفاخانه مال رابعه بلخی، سلام تقدیم میکنم. از ما یک خانم چند روز پیشتر در ماه جدید تاریخ نو در شفاخانه رابعه بلخی آورده بودنشان و یک ماه وقتش مانده بود به ولادت، چون که تکلیف پیدا کرد و یا اینجا بستر کردن. آمدیم بدر از پیش ما، شب یک شنبه خون گرفتن، یا ما خودم خون دادیم، از بانک خون مرکزی رفتم خون آوردم. بستن نمیر رئیس به شفاخانه میگن که مردم ما با مشکلات سر به چهار هستیم. سعیس دولت هست، چی مشکلات شما دارین؟ از کدام نگاه شما مشکلات دارین؟ و یکی خو شما در محترم رئیس شفاخانه را میگم که شما در ماه یا هفته چند بار در شفاخانه سر مریضایتان
و سر مریضا و نفراتان نرسایتان شما کنترل میکنین و شما این صاحب پایوازار شما تعقیب کنین ببینین که پایوازای مرزا و زنها به چی حالت مشکل سر دچار هستن. شما رئیس شفافانه هستین. یک موضوع و برادر از مرا به صاحب چاو که خون گرفتن گفت مریض تو حضور از صاحب سرش عملیات از ما شهر گرفتن بالاخره سیاستر آمد پسر ما پلان دارم مرا میکشن بالاخره بردیم آنه. شما میتونین که از شفاخانه استقلال پرسان کنین که مروز یک شنبه مریض میخواهیم انتقال دادیم بالت بسیار کوما و بسیار وقت بعد حال بردمش به اونجا و ایجا کس نایمونه که ما کتم یک مقام یک تماس بگیریم یا مسئول یک مشکل خواه برش بگویم. بنان اینجا خود دولت است ما که امی مریض خود که میگه شما به پاکستان میبرین دیگه می اونجا مشکلات چل میشه. ما مشکل خود که برای شفاخانه گفتن نتونیم یک پایواز امی نفرایی که به حساب امی خوالاکا هستن و امی نفرایی که زان در بازات بسیار یک برخورد بعد یک روی بسیار بعد اگر خانم ما مثال پایواز می باشن میریم بدر نگه اگر 20 افغانی یا 30 افغانی یا 40 افغانی میتی میمانم تا که پیش مریض بری مثل پایواز گفت اگر نمیتی دست خلاص تا پیش رئیس شفاخانه. بنان اینجا ما مشکل خدا با کی بگویم؟ تو هم رئیس شفاخانه و ما سر دیده نمیتونیم و شما چند بار از این مردمتان از این مریضایتان و از این دکترایتان مراقبت میکنین؟ بفرمایید. تشکر از شما. بله بفرمایید. خب در پاسخ به سوال از این برادر من عرض میکنم که مریضی که به شفاخانه مراجعه میکنه و اگر خون ضرورت میشه بانک خون مرکزی در تمام شفاخانه های دولتی شعباتشان است که خدمت میکنن و قسمی که این برادر خودش میفهمه خون وقتی که برای مریض نیاز باشه خب ما ناگزیر هستیم که پایواز مریض در جریان بگذاریم و خون بر از او تهیه کنیم. ما مسئله دیگه‌ای که اینا گفتن از وقتی که ما در شفاخانه رابی بلخی به حیث رئیس از طریق برنامه سی بی آر کامیاب شدیم و آمدیم، یعنی که از تاریخ 27 دل و کار شروع کردیم، از اون روز ما نمره تلفن خود در تمام پایوازخانه ها گذاشتیم. هر لحظه حتی روزهای غیر رسمی که جمعه و پنجشنبه است ما شاید مرا ببینن پایوازای بسیار محترمی که کارشان در شفاخانه انجام شده، ما همراهشان به تماس شدیم رفتیم و یک پیشنت سرتیفیکیشن فرم میگن یا رضایت پایواز ساختیم در شفاخانه، از اونها نظرشان خواستیم، مشکلاتی که بوده حل ساختیم و ان شاءالله من بعد این پرابلم ها را دیگه در شفاخانه رابی بلخی پایواز بسیار محترم مواجه نخواهد شدن. برای اینکه ما اینمیال در طول رام که می اومدیم مستقیم همراه پایواز در تماس بودیم و در حل مشکلشان هدایت های لازمه را برای واردای مشخص ارائه کردیم. وزارت محترم صحت به خاطر از بین بردن این مشکل در تمام شفاخانه ها یک بسیار ابتکار بسیار بجا را به کار بردن که دفتر نمایندگی مریض ها ایجاد شده که خوشبختانه ایره ما تانستیم از امروز در شفاخانه خود فعال بسازیم که در دفتر نمایندگی مریض ها یک شخص موظف شیشته 24 ساعت و تمام پرابلم هایی را که پایواز ها به او بر میخورن او را مستقیم ارتباط میگیره، تلفن دارن به رئیس شفاخانه به واردها و در حل پرابلم از او پایواز که در بیرون پیدا میکنه رعل میسازه و در قسمت اخاذی بعضی از خاله های بسیار محترمه که در شفاخانه ها اونا کارمندای بسیار محترم هستن که اونا شفاخانه رو پاک میکنن همراه ما کمک میکنن، اما در قسمت اخاذی از اینا هم در شفاخانه رابی بلخی به صورت جدی پیگیری شده و من بعد برای کسایی که در شفاخانه مراجعه میکنن اینا کاملا وعده میدم که من بعد هیچ کارگر از هیچ پایوازی پول نمیخواد و در صورت برخورد با هم چوالات ما باز هم شماره تلفن ما است در پایوازخانه های زنانه و مردانه در سن اولی شفخانه با برخوردن همچی اگالت میشه که همراه ما کمک کنن و خوشبختانه شخصی وزیر سیب در این قسمت بسیار همکار است و اونا میگن هر کسی که اگه اگالت هم میکنه باید شفخانه منفک شده. دوباره تماس داریم، یکی از بیننده های ما تماس گرفتن، بفرمایید کی هستین، از کجا تماس گرفتین و مشکلتون چی است؟ سلام علیکم، استاد بریالای سعادت هستم. مشکل ما داشتم در قسمت شبکانی اموش اومده بیرود متر خود سرد بودم نبود تشناب در اونجا بسیار مهم است که تشناب وجود نداشتن و مسافری نداده در قسمت پیادرا و سرد بودن دقیق امکانات که دولت داره و امکانات دولت به حد جات است حتی یک بعد دو سه چار اتاق در ساخته شده برشان که همین مسافرین که از ولایت میاد در اینجا در بیرون استراحت هستن و امکانات تشناب و آب و وضو مسجد ندارن. دیگه این مشکلات در رابی بلخی ما خودم که دیروز اونجا بودم دیدم، یعنی مشکل بسیار جدی بوده و برام بسیار مایوس کننده بوده. از رئیس خواهش ما است که
بایق امکانات دونرا و یک دو و سه چهار اتاق اعمار شود در بیرو و تشناب و مسجد باشه کمی مردمایی که مشکلات داره عمومی شرف شود. بله تشکر از شما. تشکر از این برادر محترم. ما فرموده از اینا بجاست، بعضن ما میخوایم از طریق تلویزیون آریانا نیوز ایرا بگویم که بخش های خصوصی که در پلوی شفخانه اینا مکان دارن، مثلا از او جمله یک بلند منزل است از نجیب زراب که تشنابای شفخانه را تخریب کرده و به خاطر از اینکه اونو مزاحمت میکرده به بلند منزلشان. این مشکل ما از روزی که اومدیم در شفخانه جدی پیگیری کردیم و بالاخره تانستیم اون تشنابایی را که نجیب زراب تخریب کرده بود دوباره پس فعال بسازیم و سر از فردا از امروز دیگه پایوازخانه بخش دانه ما فرموده ازی برادر بجاست آله تشناب و وضوخانه برشان ساختیم. اما من موضوع اتاق دیگه و مسجد، چون شفخانه رابی بلخی در مرکز شهر قرار داره و از نظر مساحت تمام، چون شفخانه است که پنج وارد عملا در اینجا کار میکنه که بخش نسایی است، ولادی است، داخله برای مریضای محترم ما بخش جراحی عمومی و همچنان بخش اطفال است. به او خاطر چون یک شفخانه کامپلکس اوناسی است، جای دیگه برای اعمار پایوازخانه و یا مسجد نداریم و در صورتی که ما بتانیم داینده اگر شفخانه را انتقال بدیم به یک جایی که وسیع‌تر باشه، وزارت محترم ساعت آمد در این زمینه تلاش های خود دارن تا یک شفخانه را انتقال بدیم به یک محلی که در اونجا در پایوازه محترم به پایوازخانه های کلان و همچنان به مسجد و وضوخانه دسترسی داشته باشن. بله باز هم تماس داریم، بفرمایید که هستین، از کجا تماس گرفتین، سوالتون رو یا هم مشکلتون رو با بانو ادیب مطرح بسازین. الو سلام علیکم. سلام بر شما، بفرمایید. مانده نباشید. سلامت، بفرمایید. ببخشید ما چند روز پیش مریض داشتیم در شفاخانه اراده بلخی. عرضم به حضورتان که پایواز سیاسه را نمی ماندن توش مریض، می گفتن برای ما پول بده، حتی کار به جای کشیده بود که با سیاسه را درگیر شده بودن. اون خالقکا یکی دیگه که اصلا جای تشناب نداره، یکی برخورد اون نگهبان های دم در ورودی اصلا خوب نیست، صدا میکنن هوی هوی کجا میری؟ حوازه که محترمانه پرسان کنن که بیادر اینجا جای زنانه است یا مردانه است یا دیگه. خواستم یک در جریان باشه دیگه. بالاخره رئیس صاحب که اون جای بالا نشسته از پایین دستاش هم خبر داشته باشه. بله تشکر از شما، بفرمایید. قسمی که به برادر که پیش از اینا سوال داشتن این مشکل، گفتم که تشناب اونو تو مشکلی بود که بلند منزله که در پلوش افخانه ایمار شده بود و او مزاحمت کرده بود و تشنابای پایوازخانه تخریب شده بود. حالا خوشبختانه که این مشکل رفع شده و باز هم در قسمت برخورد خاله ها ما تمام تیم مدیریتی شفخانه بالای ازی کار جریان داره و در صورتی که ما یکی از کارگرای خود پیدا کنیم که واقعا در این قسمت ما همکاری پایوازای بسیار محترم هم میخواییم که اینا به ریاست شفخانه همکاری داشته باشن. ما از او رئیسای نیستم که در پشت میز شفخانه شیشته باشم. هدف ما چوکی ریاست یک شفخانه یک پست خدماتی است و من من حیث یک کسی که در این قسمت ماستری دارم در قسمت منیجمنت شفخانه، از لحظه که در شفخانه آمده میره شاید یک تعداد پایوازا و همچنان مریضایی که در شفخانه هستن شاید هستن که در تمام بخش ها خودم حضوری میرم، مشکلات دکتر سیبا رو میشنوم، مشکلات مریضا و همچنان از پایوازای بسیار محترمه و قسمت اگر اینا امرای ما همکاری کردن در صورت میبینن که یکی از کارگرای ما از اینا پول میخواید، اینا راستن بیاین در مدیریت شفخانه در جریان قرار بتن تا اینکه ما اونمو شخص مستندسازی کنیم و از شفخانه منفکش کنیم تا اینکه یک عبرت باشه برای دیگه کارگرای ما که از این طریق میخواین که باعث مزاحمت برای هموطنای ما شون و در کل باعث از این میشن که وقتی که دکتر ما قابل ما به صورت بسیار درست برای مریض رسیدگی میشه، کار مریض میشه، اما با برخورد یک کارگر ما که او شاید از روی فهم پایینشان است که اینا فکر میکنن خب در اینجا که هستن باید از پیش پایواز اخاذی کنن. ما همکاری بسیار جدی هموطنهای خود در این قسمت میخواهیم که اینا مستندسازی کنن و بیاین برای ما بگن که اینی خاله برای زی که ما داریم کارگرای بسیار کارگرای داریم که عزت نفسشان بسیار بالاست و اونا ارگز است کسی پول نمیخواین، اما شاید یکی دو نفر معدودی که هستی در کل می خدمات صحی را ارزی خدمات تحت سوال قرار میتن و باعث از این میشن که هموطنهای ما ناراضی و ناراحت شون و باز هم در قسمت
گذاشتن پایواز با مریض این بسیار مشکل است. تا ای که ما از اینجا میخوایم از هموطنهای بسیار محترم، کسایی که مریض دارای بسیار محترم، تقاضای ما ایسته که وقتی که مریض داخل شفخانه میفرستن اونا دلشان جمع باشه، برای اینکه در شفخانه رابی بلخی دوا به صورت مجانی در اختیار مریض گذاشته میشه، تمام خدمات به صورت مجانی در تمام شفخانه های دولتی و هیچ پول نیاز نیست که برای مریض خود داشته باشن، اصلا ضرور نیست که اینا سرگردان بسازن، خانواده های خود بیارن، تنها تایم پایوازی که از ساعت 4:30 الی 5:30 از طرف عصر و از طرف 6:30 الی 7:30 صبح میتونن که به صورت آزادانه داخل واردا شون و با مریضایشان در تماس باشن و اونا را ملاقات کنن، اما در اوقات رسمی بگذارن تا اینکه تیم شفخانه و دکتر سیبای محترمی که در اونجا موظف هستن اینا بتونن که به صورت درستش به تداوی مریضای خود رسیدگی کنن. تشکر از شما از اینکه حضور یافتین امروز در برنامه. موفق باشین. تشکر از شما. و بیننده های عزیز سپاسگزارم از همراهی شما تا کنون.